نظامیان ارتش اسرائیل شامگاه جمعه با حمله به مسجد الاقصی نمازگزاران را محاصره کرده و به سمت آنها بمب‌های صوتی و گاز اشک‌آور شلیک کردند. نظامیان صهیونیست تا ساعت‌ها که صحنه‌های مسجد الاقصی و محله‌های پیرامون آن صحنه درگیری با جوانان فلسطینی بود، نمازگزاران را در بازداشت نگاه داشتند و اجازه ندادند که زخمی‌ها که شماری از آنها کودک یا سالخورده بودند از مسجد خارج شوند. مساجد نیز از اهالی شهر خواستند خود را به مسجد الاقصی برسانند و به خروج نمازگزاران از مسجد کمک کنند، زیرا نظامیان اسرائیل اجازه رسیدن نیروهای امدادی و آمبولانس را به زخمی‌ها نمی‌دادند. اسرائیلی‌ها همچنین با حمله به خبرنگاران مانع می‌شدند که آنها حوادث داخل مسجد الاقصی را گزارش دهند. هلال احمر سحرگاه امروز شمار فلسطینیان زخمی در حوادث دیشب مسجد الاقصی را 205 نفر خواند و گفت که از این میان 88 نفر به بیمارستان منتقل شدند. شبکه تلویزیونی اسرائیلی کان نیز اعلام کرد که در درگیری‌های شب گذشته مسجد الاقصی 17 نیروی پلیس اسرائیل زخمی و تقریبا نیمی از آنها به بیمارستان منتقل شدند. با وجود شرایط متشنج شب گذشته در مسجد الاقصی و به دنبال خروج ده ها نفر از نظامیان اسرائیل از صحنه‌های مسجد، هزاران جوان فلسطینی سحرگاه امروز درهای مسجد الاقصی را باز کردند و با فریادهای الله اکبر برای نماز صبح خود را به آنجا رساندند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شب گذشته طی نطقی تلویزیونی از جامعه بین‌المللی خواست به مسئولیت خود در توقف حمله به فلسطینیان و مقدسات کاملا عمل کند.